عناوین اصلی ضرب شست جدید عربستان به خامنه ای کشتن سردار سپاه قدس در یمن اظهارات آجزانه فرمانده سپاه برای دفاع از جنایت خامنه ای و مصاحبه تلویزیون ایران با طالبان برای رحم کردن به مردم ایران به کیوسک خوش آمدید همراهان گرامی درود بر شما بیننده کانال خبری کیوس کستید. مقامهای دولت یمن میگویند در جریان حمله جنگنده های اطلاف عربی به رهبری عربستان به مواضع شورشیان شیعه حوسی یک فرمانده سپاه قدس ایران که مسئولیت آموزش شورشیان حوسی را بر عهده داشته است کشته شده است وزیر اطلاع رسانی دولت یمن نام این کارشناس را یک سرتیپ سپاه قدس اعلام کرده است و گفته است که او به همراه نه نفر دیگر در جریان حملات اطلاف کشته شدند. سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران اما این خبر را تکذیب کرده است و گفته است هیچ مستشار نظامی ایرانی در یمن حضور ندارد. وزیر اطلاع رسانی یمن در ادامه گفته است که این شخص متخصص جنگ های نیروی زمینی خصوصا در مناطق کوهستانی بوده و تا 5 جوان امسال در مناطق ساحلی غرب یمن فعال بوده است. اما از هفته جوان به منطقه مارب اعزام شده است و مسئولیت آموزش نیروهای حسی در این منطقه را بر عهده گرفته است. او تاکید کرده است که ایران با اعزام صدها کارشناس نیروی سپاه پاسداران، ارسال تجهیزات و تسلیحات نظامی، موشک و پهپادها نقش چشمگیری در ناامنی یمن داشته و رهبری خط مقدم نیروهای حسی در جنگ را بر عهده دارد. حمایت های ایران از شورشیان حسی در ماه اخیر افزایش یافت است. روز 19 مرداد یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا پنتاگون با اشاره به این موضوع گفت که به رغم حضور تهران در مذاکرات جداگانه با مقامات سعودی و آمریکایی به منظور کاهش تنشها در منطقه ارسال جنگ پیچیده برای شورشیان حوسی در یمن از سوی جمهوری اسلامی افزایش یافت است. به گفته دانا استرول معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا در امور خارجه کشندگی و پیچیدگی تجهیزات و اطلاعاتی که از سوی حکومت ایران به حوسی منتقل می شود به طور مرتب در حال افزایش است تا بتواند از این طریق به قلمرو عربستان و غیر نظامیان سعودی حمله کند جنگ یمن که از آن به عنوان جنگ نیابتی ایران و عربستان سعودی یاد می شود در طول 6 سال گذشته به یکی از پیچیده ترین بحران در منطقه و در عرصه بین المللی تبدیل شده است. این دومین بار است که ارتش عربستان یک سردار سپاه را این چنین به قتل می رساند. روابط عمومی سپاه از دیروز در سکوت خبری کامل هیچ اشاره به این اتفاق نکرده است. به نظر می رسد به دلیل ضعف شدید نیروهای سپاه در ماه اخیر و گسترش اعتراضات خیابانی این بار هم سپاه نتواند هیچ واکنشی به اقدامات عربستان نشان بدهد. فرمانده کل سپاه پاسداران با ادعای اینکه ترور بیولوژیک یکی از راهبردهای دشمن است اظهار داشت آمریکایی که دشمن شماره یک این ملت است و ما را تحریم دارو کرده چه تضمینی وجود دارد که واکسن فلج کننده به ما ندهد و ملت ما را در آینده با مشکل روبرو نکند به گزارش تصنیم حسین سلامی با بیان اینکه دشمن از هر طریقی میخواهد اقدامات مثبت کشور را واژگون جلوه دهد و عملیات روانی سنگینی علیه کشور ما انجام دهد افزود ما نمی توانیم به دشمن اعتماد کنیم تا محلول واکسن خارجی وارد کشور شود دشمنی که تحریم دارو انجام داده چگونه واکسن سالم به ما میدهد فرمانده سپاه در حالی این اظهارات را بیان می کند که دو بار با معرفی محصولات ضد کرونایی سپاه مزحکه دنیا شده است. کرز میکنم بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت ملت شریف ایران. اونچه که امروز ملاحظه میفرمایید یک پدیده علمی و فناوری نوظهور و منحصر به فردی است که بعد از شیوع این ماجرای ویروس کرونا در کشور توسط بخشی از بسیجیان دانشمند و با اخلاص این پدیده در واقع توسعه پیدا کرد و اساسش هم اینه که با استفاده از ایجاد میدان مغناطیسی یعنی استفاده از ویروس دو قطبی که داخل این دستگاه تعبیه میشه هر نقطه ای از محیط تا شعای 100 متر که آلوده باشه آنتن این دستگاه درست در مقابل اون نقطه قرار میگیره و در عرض حدود پنج ثانیه موفق میشه این نقطه آلوده رو کشف کنه این زمان ما کوتاه است استدا دارم اگر ممکنه این به صورت زنده آزمایش بشه تا هموطنان ببینند که سازوکارش چطور خواهد بله. این دستگاه رو تست کنند که مردم ببینند حسنی که این دستگاه داره اینه که نیاز به خونگیری نداره کاملا از راه دور این کار رو انجام میده و هوشمندانه عمل میکنه یعنی هم برای غربالگری های خیلی انبوه جواب میده سطوح رو کاملا تشخیص میده نقاط آلوده و انسان هایی که به این ویروس آلوده هستند و در عین حال برای ضد عفونی های هوشمند هم پاسخ میده که بی جهت نقاط غیر آلوده ضد نشه میکرد. یک فریده شگفت علمی هست ان اونطور که در بیمارستان های مختلف هم تست شده حدود بیش از 80 درصد دقت و صحت عملش پاسخ داده و انشالله توسعه های بیشتری هم داده خواهد شد و میتونه مبنای خیلی خوبی باشه برای کشف هر نوع ویروسی حالا چه کرونا باشه و با چه غیر کرونا خیلی متشکرم تبریک میگم این که ما بهتون واکسن میدیم اگر کم بودی دارید ما حاضریم کمکتون کنیم و در همه ارس های اتفاق خواهد افتاد من به آمریکایی ها قول میدم به ایرانی ها هم قول میدم هر آنچه اونها تحریم کردند که ما به اون دست پیدا نکنیم مطمئن باشید ما به اون دست پیدا خواهیم کرد و ولی حاضریم به همه اونها این پیشرفت ها رو بدیم و مطمئن باشند که ملت ایران در هیچ پیشرفتی متوقف نمیشه قدم های ما هرگز متوقف نمیشه این قول رو من به همه ملت ایران میدم که ثمره تحمل این سختی ها پیشرفت های بزرگی است که امروز دارن میبینند و این پیشرفت ها ادامه دارن. اینجا. او همچنین با ارجاب به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد مقابله با کرونا و با اشاره به اینکه اسلام در بحران کرونا درخشیده است گفت تاریخ خواهد نوشت که چگونه ملت ایران اسلامی با وجود تحریم ها بحران کرونا را پشت سر گذاشتند. او افزود تولید واکسن کرونا در کشور در حال انجام است و افزایش تولید واکسن کرونا را با جدیت پیگیری می کنیم. پیش از آن نیز حسین سلامی ایران را درگیر یک جنگ بیولوژیک دانسته و گفته بود که مبارزه با این ویروس که ممکن است محصول تهاجم بیولوژیکی آمریکا باشد که در ابتدا به چین و سپس به ایران و سایر نقاط دنیا شیوع پیدا کرده است وعده داد که در این جنگ پیروز خواهیم شد. همسان انگاشتن شیوع ویروس کرونا در ایران و جنگ بیولوژیک ابتدا در سخنان نوروزی علی خامنه ای مطرح شده بود. رهبر نظام حاکم بر ایران در آن سخنان گفته بود که آمریکا متهم به تولید ویروس کرونا است و ادعا کرده بود که ویروس کرونا ناشی از جنگ بیولوژیک است. او گفته بود که این ویروس به طور اختصاصی تنها برای ژنتیک ایرانیان تولید شده است. این روایت از شیوع کرونا در ایران در میان برخی از مقامات حکومتی نیز شنیده شده بود. اواخر فروردین ماه امسال غلامرضا جلالی رئیس پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران با حضور در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در ایران روایت تازه ای از شکل و شیوه جنگ بیولوژیک علیه ایران را مطرح کرد. این مقام امنیتی کشور با اشاره به آنکه یکی از گونه های جنگ های بیولوژیک در دنیا بیوتروریسم است، گفته بود در این مدل از جنگ از میکروب ها و ویروسها برای ضربه زدن به اشخاص خاص نظیر رئیس جمهوری و فرماندهان استفاده می شود و تشخیص این نوع تهدید را های بسیار پیشرفته انجام می دهند. در دیماه سال گذشته نیز معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران مدعی شد همانهایی صاحب شرکت های تولید کننده واکسن کرونا هستند که معتقدند جمعیت مردم دنیا زیاد است و باید 20 درصد از جمعیت دنیا کاسته شود این کاهش نیز تنها از طریق افزایش مرگ و میر صورت میگیرد بر اساس اسنادی که وجود دارد این موسسات خود ویروس را دستکاری و آلوده کردند او پیشتر نیز به نیروهای سپاه و بسیج توصیه کرده بود تا از زدن واکسن‌های خارجی خودداری کنند و گفته بود ما در واکسیناسیون عمومی کرونا مشارکت نخواهیم کرد با توجه به تشکیک های جدی کارشناسان دنیا و سوابق بد برخی تولید کنندگان کنونی واکسن کرونا واکسن های خارجی را به دلیل مکانیسم عمل خاص آنها به پرسنل سپاه و بسیج توصیه نمی کنیم. شب گذشته شبکه افق صدا و سیما با سخنگوی طالبان گفتگوی زنده انجام داد در بخشی از این گفتگو و در خصوص وقایع فرودگاه کابل محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفت در هر کشور جهان اگر آمریکا بگوید مردم را با خود به آمریکا میبریم مردم نمیرند مجری شبکه افق پاسخ داد در ایران نه سخنگوی طالبان نیز با رد جواب مجری ایرانی تاکید کرد مطمئن باشید به هواپیما آویزان میشوند شما را میبریم با خود به امریکا اگر امین اعلان در هر جای کشور برای من نشان بده هر کشور جهان امین اعلان شما مردم نمیره نه در ایران اتفاق نمیفته. به نظر من در ایران حداقل کسی خوش شد سوار اتومبیل ویزون نمیکنه مطمئن باش نمی متعرض که باشه ما با برتون وزیر واز... را کم کرد... شرح بکنم فکر میکنید رابطتون با ایران به چه صورت خواهد بود چون بالاخره در ایران تحلیل های متفاوتی در تو با طالبان وجود داره و بخشی از مردم ایران هم تصور خوبی نسبت به طالبان ندارن معتقدن که طالبان یک گروه تندرویی هستش که قبلا عملیات های انتحاری و خطرناکی داشته حتی خیلی ها حادثه مزار شریف رو نمادی از اتفاقات تلخی میدونن که بین ایران و طالبان وجود داشته شما فهم کنید با توجه به این کارنامه که وجود داره آینده روابط طالبان با ایران به چه صورت خواهد بود؟ متاسفانه ما ما که فردا تقریبا ده دقیقه بیشتر شد و ما یک وجای وعده سپرده بودم به هر صورت میخوام سوال بس بس سوال آخر است. خود این رابطه ما به هیچ کس مشکلی نداریم رابطه ما با کشور ما کشور همسایه ما ایران روابط خوبی داریم آه البته آه ای که در 20 سال چی صورت گرفته اتفاق صورت گرفته بود اصلا در رابطه شاید مسئولین کشور ایران در جویان باشند همه هم فهمند که در اونجا بردستان اسلام افغانستان کدام داخل نداشتند و باز هم در حوادث در جهان و در کشورها می باشه ولیکن به شکل ها ما هیچ مشکلی با کشور ایران نداریم کشور ایران ای کشور همسایه ما است ما می با آنها رابطه خوبی داشته باشیم و رابطه خوبی داریم مردم ایران هم مردم مسلمان هستند ملت مسلمان هستند ما با آنها احترام داریم ما آنها را تقدیر می کنیم البته شما خ... حرف شما شاید باشه با یک نظریه نظریه این هم چنین باشه ولی در واقع ما می که ملت ها با هم هیچ مشکلی نداره و ما با هم اگر کسی یک چیز تصور داشته باشه شاید آنها قربانی های تبلیغات زهراگین دشمنان شده باشه که معمول از در هر جامعه تا یک چیز بگوید بر هر کس چیز بگوید در واقع ما تصور ما است که هیچ مشکلی نه وجود در ما یعنی ما نداره و کسایی که قربانی تبلیغات زهراگین ما دشمن شده آنها ان شاء الله به مرور وقت ان شاء الله همه را درک میفهمم لطفا برای بهتر دیده شدن کانال ویدیو رو لایک کنید کانال رو سابسکرایب کنید و علامت زنگوله رو هم بزنید تا از آپلود جدیدترین ویدیوها باخبر بشید از همراهی و حمایت شما سپاسگزاریم